با بهترین درودها بر شما بینندگان عزیز و هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک میکاویم و میخوانیم آخرین خبرها و نظرها را در روزنامه‌های هر روز ایران در ایران فردا. نخست مروری کوتاه و گذرا خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب. بازتاب گسترده برگزاری مراسم نه دی با حضور حسن روحانی و علی خامنه ای و اظهارات تمام حکومتی حسن روحانی در عین ناباوری افکار عمومی، بحرانی شدن هوای تهران در سلسله بحرانهای فزاینده زیست محیطی ایران با تعطیلی چند باره مدارس، ماجراهای مکرر توهین‌ها به معاون رئیس جمهور ایران از سوی گروه‌های تندرو موسوم به حزب الله، همچنان ادامه اظهار مواضع انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی، واکنش‌ها به خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و دریافت کیک زرد، نوسانات اقتصادی ایران با فراز و فرود نرخ ارز و نفت، و در عرصه منطقه‌ای رویدادهای کوتاه از عراق و سوریه با کشته شدن ده‌ها تن از رهبران ارشد گروه شورشی داعش در عراق. اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 9 دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آغاز مشروع خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید. به خانه باز خواهیم گشت. همینک با چند خبر کوتاه برگزیده برنامه را پی میگیریم. کیک زرد و اورانیوم غنی شده، دو میوه اصلی چیده شده بر صدر صفحات روزنامه های اصلی کشور بود. در این راستا در تازه ترین گزارش های منتشره، مدیر کل امور سیاسی وزارت خارجه ایران گفت که عملیات بسیار پیچیده انتقال 11 تن از ذخایر اورانیوم ایران، ضایعات و صفحات سوخت به روسیه با کمک و هماهنگی کشورهای همچون روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و نروژ به پایان رسیده است. پیشتر نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا از اقدامات ایران برای انتقال بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده خود با غلظت کم استقبال کرده بود. این اقدامات بخشی از توافقات صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام است. به گزارش روزنامه‌های منتشره در تهران و همینطور خبرگزاری‌ها، این عملیات دو ماه در هماهنگی با روسیه و قزاقستان انجام شد و نروژ و جمهوری آذربایجان نیز در اجرای آن نقش مهمی داشتند. در این میان روزنامه‌های کشور با خوانش‌های خاص خود به استقبال موضوع رفتند، در حالی که کیهان وفق مشی همیشگی خود آن را خفتبار خواند. دیگر روزنامه‌ها از آن به عنوان تعهد اخلاقی جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه‌ها و برجام دانستند که می‌تواند پس از اجرای آن به آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده نیز منجر شود. در این میان روزنامه ایران، ارگان دولت، از آن به عنوان مهمترین گام برای اجرای برجام یاد کرد. ایران ارگان دولت اشاره کرد که بزرگترین مبادله هسته‌ای میان ایران و روسیه با استقبال جهانی روبرو شد و یا دیگر روزنامه نزدیک به دولت اعتماد خبری آراسته شد و در گزارشی به عنوان اورانیوم در برابر کیک زرد خبر داد که در راستای اجرای برجام 11 تن از ذخیره های اورانیوم غنی شده ایران فروخته و 197 تن کیک زرد از روسیه دریافت شد. در بخش یادداشت‌ها و نظرها نیز روزنامه‌های مختلف به ارائه دیدگاه‌های مختلف پرداختند. از جمله روزنامه ایران به نقد جناح رقیب پرداخت که سنگ اندازی‌هایشان در مواجهه با سه رویداد می‌رود که کشور را با بحران روبرو کند. ایران در ستون اول دفتر که عمدتاً منعکس کننده دیدگاه‌های دولت است و قلم شخصی با نام حسین وزینی در یادداشتی به عنوان پیام رفتارهای متناقض در مقابل سه رویداد، معتقد بود برای درک درست جامعه امروز ایران در آستانه دو انتخابات مهم کافی است که به چند رویداد به هم پیوسته اخیر توجه کنیم و آنگاه به مشاهده و بررسی کنش‌ها و واکنش‌ها نیز بپردازیم. در دو هفته اخیر آب و هوای کلان شهرهای کشور آلوده‌ترین روزهای دو سال اخیر را ثبت کردند.
نامنویسی کاندیداها و متقاضیان حضور در مجلس خبرگان شورای اسلامی به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد و بالاخره شمارش معکوس برای لغو تحریم‌های ظالمانه به تبعید اینان آغاز شده است. وجه مشترک هر سه رویداد از منظر وی آن است که مروری بر رفتارها و عملکرد برخی جریان‌های سیاسی و اجتماعی بیانگر آن است که نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور با بحران تدبیر مواجه است. در نظامی که با بحران تدبیر مواجه است، شرایط کاملا معکوس است، به این معنا که رفتارهای متناقضی وجود دارد که اثر دیگری را خنثا می کند. در این موقعیت چه بسا یک جریان تداوم بحران یا تشدید آن را فرصتی برای امتیازگیری و تخریب دیگر خود بداند، که نشان از جدال دائمی در این دو قطب قدرت است. در ادامه برنامه با دو رویداد منطقه‌ای برنامه خبرها و نظرها را پی می‌گیریم که عمدتاً خبرهای منطقه‌ای من همواره حول عراق و سوریه متمرکز است. در تازه‌ترین گزارش‌های منتشر سخنگوی ارتش آمریکا در عراق دیروز سه‌شنبه 8 دی ماه گفت که در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش 10 تن از رهبران آن کشته شدند که برخی از آنها با مهاجمان حملات پاریس نیز مرتبط بودند. سرهنگ استیو وارن به خبرنگاران گفت که یکی از این رهبران به نام شرف المعدن روز 24 دسامبر کشته شد. این سرهنگ عالی رتبه آمریکایی اشاره کرد او از اعضای گروه حکومت اسلامی بود که ارتباط مستقیمی با عبدالحمید اباعود رهبر حملات پاریس داشت. ایشان در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات جدید نیز علیه غرب بود. به گفته وی عبدالقادر حکیم نیز در میان کشته شدگان است که عملیات خارجی گروه حکومت اسلامی را هماهنگی میکرد. و از عراق به سرزمین سوریه گذاری کوتاه خواهیم داشت که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها ارتش دولت سوریه به فتوحاتی دست یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نیروهای دولتی پایگاه تیپ 82 مستقر در شهر شیخ المسکین واقع در استان درعا را که ژانویه سال گذشته به تصرف شورشیان درآمد و بخش شمالی این شهر را تصرف کرده‌اند که تصرف این پایگاه در واقع یک پیروزی مهم برای نیروهای دولتی است، چون جاده بین شهر درعا و دمشق را قطع می کند. این پیشروی ها بر اساس نظر کارشناسان می تواند مواضع دولت سوریه را در آستانه دور بعدی مذاکرات صلح تقویت کند. شرح تکمیلی این رویداد و سایر خبرهای منطقه‌ای، داخلی و فرامنطقه‌ای را از سوی همکارانم در گروه آن سوی خبر ببینید و پیگیری کنید. همینک به ادامه کاوش و جستار روزنامه‌های امروز می‌پردازیم. ماجراهای 9 دی، حضور حسن روحانی در محضر علی خامنه‌ای و اظهار مواضعی که بسیاری از حتی دوستداران حسن روحانی را نیز در شوک و حیرت فرو برد، و برگ دیگری از ناامیدی مردم به جریان‌های موسمی سیاسی برای تحقق تحول‌خواهی را رو کرد. در حالی که تصاویر منتشر از دیدار مسئولین بلندپایه در بیت رهبری ایران پس از حرف‌ها و حدیث‌های بسیار که همگی این روزها نشان از تنش‌های فزاینده میان دو قطب قدرت، یعنی تیم کارگزاری هاشمی از یک سو و تیم محفل ایدئولوژی خامنه‌ای از سوی دیگر داشت، عملا هاشمی مجدد در واقع صدرنشین همدوش حسن روحانی صدرنشین محفل آقای خامنه‌ای بود و در دیگر سو دو برادر از آل لاریجان، آملی لاریجانی جای داشتند، یعنی آقایان علی لاریجانی و صادق لاریجانی، رؤسای دو قوه از کشور مقننه و قضائیه. جدایی از اظهارات همیشگی آیت الله خامنه‌ای که کلید واژگانی همچون دشمن، وحدت اسلامی و تمدن اسلامی این بار البته حاوی نکته نوعی نبود، اما اظهار موضع حسن روحانی مرتوجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. 9 دی روز دفاع از ولی فقیه و قانون بود. شاه کلید کلام حسن روحانی بود که بیشترین شگفتی و تحلیل را در میان کارشناسان عرصه رسانه ها برانگیخت، چرا که 9 دی در واقع راهپیمایی سازماندهی شده از سوی نهادهای تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای بود که می‌خواستند در مقابل اعتراضات مستمر مردمی به تقلب انتخاباتی قدی علم کرده باشند. که نظر به رأی حسن روحانی برای این انتخابات که عمده این آرا نیز متعلق به همان ناراضیان انتخاباتی سال 88 است،
این گونه غلطیدن حسن روحانی با آستان بیت رهبری تا حدودی موجب یأس و تأسف جمعی در برخی از لایه‌های افکار عمومی شد. در این میان روزنامه وطن امروز با انتخاب تصویری خاص خسته و مستعصل از حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی که کنار رهبر ایران نشسته بودند به گونه‌ای تیتر آراست که به طور ضمنی بر این دو دولت مرد همسوی هم میشورید. همون گونه که میبینید از انبوه سخنان خامنه ای تیتر زد که امیدی به سیاست مداران نیست و بار منفی این واژگان را عملا بر سر رفسنجانی و روحانی آوار کرد و خالی کرد که مردم هم نمیتوانند یعنی به اینان امیدی داشته باشند. در هر روی نه دی عمده مطالب امروز بود که در سرستون‌های روزنامه‌های دست راستی البته بازتاب گسترده‌تری داشت. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، نهاد رسانه‌ای تحت امر رهبری ایران، در صفحه نخست شماره امروز کیهان در گرامی داشت حماسه نه دی و بازخوانی آن واقعه سخنانی گفت که تا حدودی امنیتی بود. ایشون اشاره کرده بود که کسانی که علیه فتنه موضعی ندارند یا آلوده اند یا فاقد بینش و شایسته هیچ مسئولیتی نیستند. برخلاف سفار هرندی که در برنامه دیشب اعلام کردن به نقل از ایشون که اشاره کرده بود و معتقد بود که معترضان انتخاباتی خاص موسوی، خاتمی و کروبی دوره‌های آموزشی در غرب ندیده اند، اما حسین شریعت مداری بی محابا مدیر مسئول کیهان در جمع مردم اسلام شهر حضور یافت و گفت که مقدمات فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 از چند سال قبل تدارک شده و تمامی مراحل آن با حضور ده‌ها تن از کارشناسان برجسته سازمان‌های اطلاعاتی سیا، MI6 و موساد که در پوشش‌های آکادمیک به ایران آمده بودند به فتنه‌گران آموزش داده شده بود. مدیر مسئول کیهان در ادامه به اسنادی به زعم خود از حضور این کارشناسان اشاره کرد و گفت برخی از این اسناد را پیش از این منتشر کرده ایم، ولی سران فتنه در مقابل این اسناد که کمترین به زعم وی تردیدی در وطن فروشی و خیانتشان نیست سکوت کرده و به جای پاسخگویی ناسزاگویی کردند که آماج فوش و دشنام و ناسزا کرده بود برخی از مسئولین ایرانی رو که با این رسانه ناهمسو هستند و از زعم خیش به فتنه به معترضین انتخابات سال 88 فتنه میگویند. در این میان روزنامه رادیکال سیاست روز در یادداشتی به بهانه گرامی داشت نه دی بدون ذکر نام هاشمی و حسن خمینی به آنان تاخت و در واقع در این یادداشت کوشید به نحوی به انتخابات خبرگان پیشروی تا حدود موضوع ارتباط دهد. سیاست روز که بعضن از کیهان و رسالت و وطن امروز نیز تننگاری بیشتری می کند بدون ذکر نام هاشمی نوشت امروز که ایام ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را می‌گذرانیم شاهدیم بسیاری از آن نقش آفرینان ایام فتنه خرداد 88 با فراموشی عملکرد و مواضع خود با وقاحت پا به عرصه گذاشته و در صف ثبت نام انتخاباتی خوشرقصی می‌کنند گویی مردم فراموشکارند. سیاست روز ادامه داد ما مطمئنیم که شورای نگهبان بیدار است که رسما خواستار حذف رقبا صحنه شد. جالب آن که پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده بود که نقش افراد در فتنه 88 ملاک بررسی صلاحیت خواهد بود. در این راستا حسین اختری نویسنده سیاست روز در بخشی از این یادداشت گزارش نوشت که هر کس مستقیم یا غیر مستقیم در معرکه خائنانه 88 نقش داشت چه نظام اسلامی با آنها برخورد کرده باشد و چه آن که از رأفت نظام بهره برده و با او برخورد نشده باشد قابل اعتماد و صلاحیت برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی خبرگان و هر گونه مسئولیتی نمی باشند. شورای نگهبان باید به وظیفه شرعی قانونی و انقلابی خود عمل و قاطعانه چون این افرادی را رد صلاحیت نماید و از هر گونه تهمت نهراسد که این موج جدید هجمه‌های هماهنگ رسانه‌های دست راستی است که در واقع علیه یک جریان خاص اعلام موضع می‌کنند که در رأس آن نیز حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی قرار دارند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید. هوای آلوده تهران می رود که به یک بحران همه جانبه برای دولت روحانی تبدیل شود. تمامی روزنامه های امروز از هر دو طیف به این بحران اشارتی گسترده داشتند و یادداشت های تحلیلی زیادی نیز نوشتند. روزنامه شهروند گزارش اصلی شماره امروز با عنوان چشم انتظار گوشه چشم آسمان به تشدید وضعیت آلودگی هوای ایران خاصه در سه شهر تهران، اصفهان و
ارومیه اختصاص داد و اعلام کرد که این سه شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. این روزنامه که عمدتاً به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری نیز نشان می‌دهد، در بخشی از این گزارش نوشت که آسمان تهران باز هم قرمز شد. نه فقط تهران، که این بار اصفهان و ارومیه هم به وضع قرمز پیوستند. بر اساس گزارش شهروند، این برای دومین بار است که در دو هفته گذشته هوا آنقدر آلوده می شود که مسئولان وضع هوا را قرمز اعلام می کنند و این یعنی شاخص کیفیت هوا بالاتر از عدد 150 است. و البته برای چندمین بار است که جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران تشکیل شد و آلودگی هوا مدارس تهران را نیز تعطیل کرد. گزارش شهروند در پایان با اعلام این که باران و برف در راه پایتخت است، این گونه جنبندی کرد. اظهار امیدواری کرد البته که چشم ایرانی ها اما این روزها بیشتر از همیشه به آسمان است، به ویژه حالا که وضع هوا در سه شهر مهم ایران قرمز شده و سازمان هواشناسی تهران از چند روز پیش میگوید که سامانه بارش جدیدی در راه ایران است. امیدها به آسمان بیش از پیش شده است. و باز هم هوای آلوده و یادداشتی از روزنامه شرق. روزنامه میانه روی شرق یادداشت اصلی شماره امروز را به بحران آلودگی هوای تهران اختصاص داد و به قلم نعمت احمدی حقوقدان به میزان مرگ و میر روزانه شهروندان تهرانی در اثر آلودگی هوای تهران پرداخت و با طرح این پرسش که روزانه چند نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، به تناقضات آماری موجود اشاره کرد و نوشت آمار اگر درست باشد روزانه نزدیک به 50 نفر به علت هوای آلوده و گرد و غبار و به اصطلاح امروزی ها ذرات معلق یا ریزگرد ها در وارونگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. آمار شهرهای بزرگ مانند اصفهان، عراق، مشهد، کرج و دیگر شهرها را هم به این فوت شدگان اضافه کنیم. پرسش این است مقصر کیست؟ ستون‌نویس ادواری روزنامه شرق در بخشی از این یادداشت با اشاره به سیاست‌های دوگانه ساختار و نهادهای اداری ایران و خاص نهادهای مدیریت شهری نوشت که قرار است شهرداری به خودروها معاینه فنی بدهد، اما برخی خودروهای همین نهاد دودزا هستند و بدون معاینه فنی. مراکز فعلی در تهران هم کاستی هایی دارند که بسیاری از ما با آن برخورد کردیم. نویسنده این یادداشت مشکل اصلی را خودروهای فرسوده و دودزا برشمرد و نتیجه گرفت که همین مسئله اتومبیل های به فروش رفته اقساطی را در نظر بگیرید. هزاران اتومبیل به اصطلاح روی دست تولید کنندگان مانده بود و دولت به فکر خودروسازان افتاد، نه مصرف کنندگان. بر کسی پوشیده نیست که عمده گرفتاری آلودگی هوا به نحوه کار کرده اتومبیل ها و موتورسیکلت ها و سوخت مصرفیان ها باز می گردد. و اما گزارش متفاوت از روزنامه ابتکار می خواندیم که در قوغای سیاست و هیاهوی نهده و آلودگی هوا و کیک زرد و اورانیوم غنی شده در راه روس، حکایت از جنجالی عجیب در زیر پوست شهر دارد که نشان از یأس گستری و وادادگی و ناامیدی شهروندان ایرانی از زندگی است. حجم فزاینده خودکشی های نسل نو بر خط زرد مرگ در کناره های ایستگاه قطار شهری. روزنامه ابتکار در گزارشی به عنوان یک بار خودشان را می کشند، صد بار راهبر را، به مشکلات و مصائب و سختی های کار راهبران قطارهای شهری اشاره کرد که چگونه با دیدن صحنه ای از خودکشی یک شهروند دل و روح و جانشان مجروح می شود. روزنامه ابتکار در این گزارش از جمله اشاره کرد که تأثیرات منفی و روانی که افراد حاضر در صحنه خودکشی و همچنین راهبران وظیفه شناس خطوط قطار شهری با آن مواجه می شوند بسیار خطرناک، استرس‌آور و بعضاً غیر قابل جبران است. و بالاخره با موضوعی دیگر در وقت باقی مانده از روزنامه دیگر، سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و نامزد مجلس خبرگان رهبری آرام آرام با اظهار مواضع روشن پای در رقابت‌های انتخاباتی می‌گذرد. روزنامه آرمان با درجه تصویر بزرگ از وی نوشت که نباید کسی به اتهام افکارش محاکمه شود، که سخنانی صریح و شفاف از موضع تحول خواهی از سوی این روحانی میان سال مورد حمایت محافل اصلاحی است. حسن خمینی در
فراز دیگری از سخنان خود اشاره کرد که تعصبات کور را کنار بگذارید، که این مدل سخنها می تواند ناشی از مجموعه هجمه هایی باشد که از سوی نهادهای راست افراطی تحت امر نهاد رهبری این روزها علیه وی شدت بیشتری گرفته، که حتی در برنامه امشب نیز به نقل از روزنامه سیاست روز اشاره کردم که وی را به خوشرقصی نیز متهم کرده بودند. در هر روی اظهار موضع این روحانی جوان نوعی بازتاب سخنان دهه پیش محمد خاتمی و جمعی از مردان اصلاح طلب است که سالیانی است برای تلطیف و تعدیل فضای فقه زده ایران میکوشند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم بیننده مشروع خبرها از چهار گوشه جهان باشید که در قالب گزارش‌های تکمیلی بلا فاصله پس از صفحه یک با نام آن سوی خبر پخش خواهد شد. تا آنگاه شامگاه خوش و به امید هوایی دلپذیر در آسمان آبی ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.